امروز درباره فشار صحبت میکنیم فشار چی است خب شاید فشار ما در زندگی روزانه زیاد شنیده باشیم و اما از لحاظ فیزیکی برش پای نبرده باشیم خب وقتی که ما بفهمیم مفهوم از میره ما دو حالت فرض میکنیم درست است یک حالت من نظر میگیریم اگر یک دونه صفحه کاغذ پیش ما باشد درست است و یک دونه سوزن هم پیش ما باشه درست است سوزن با یک نوک تیز و ما بخواهیم که کاغذ ای سراخ بکنیم درست است وقتی ما کاغذ میگیریم و داشت سوزن تیله میکنیم این سوزن به بسیار سادگی کاغذ تیله میکنه. درست است خب اگر یک حالت دیگه یک پارچه تکر من نظر بگیریم سیست این خب کاغذ بود اگر ما یک دنه پارچه تکره مد نظر بگیریم و زنیمی سوزن باز بگیریم امدفع تکره سراخ بکنیم درست است میبینیم که اینیمی سوزن تکره به بسیار سادگی سراخ میکنه اگر فعلا انگشت دست خودم مثلا مد نظر بگیریم درست است انگشت دست خودم مد نظر بگیریم ما خواد دیدیم که دست ما قادر به سراخ کردن امی تکره نیست خب از ما سوال پیدا میشه که چرا سوزن است و تکه نیست شاید بگوین بخاطر تیزی نوک سوزن است خب تیزی نوک سوزن چرا باعث میشه که دس سوزن داخل شه، اما انگشت ما داخل نشد خب این فرمول فیزیک بر ما جواب میتن میگه فشار یا پرشر مساوی است و فشار مساوی است و اگر قوه را ما بگیریم درست است تقسیم مساحت بکنیم وقتی که قوه را ما تقسیم و مساحت بکنیم در نتیجه برای ما چی را میده؟ فشار میده خب از این رابطه ما ای میفهمیم که فشار همراه با قوه رابطه چی داره؟ مستقیم داره درست است؟ خب رابطه مستقیم به ایمانا هر قدر یعنی قوه زیاد شوه فشارم فشار هم چی میسازه؟ زیاد میسازه و هر قدر قوه کم شوه فشار هم چی میسازه؟ کم می سازم یعنی رابطه شان که دیگه, دیگه مستقیم است به این اگر ما انگشت خود فشار کم بدیم شاید سراخ کردن هم اما اگر بسیار فشار فوق العاده بدیم ممکن است که تکره بکنه سراخ بکنه خب پس فشار قوی خود وقتی که زیاد کردیم فشار هم دیگه چی شد زیاد شد امیر رقم سوزن هم از اگر کم قوه وارد کنیم سر تکه به بسیار سادگی سراغ نمیکنه اما اگر قوه زیاد وارد بکنیم تکره میکنه مکمل شاید داشت داخل شد شا. و میریم رابطه فشار امی فشار همراه با مساحت میریم میخوانیم مطالعه میکنیم خب نوک انگشت ما که هست مساحتش به اندازه زیاد است اما نوک سوزن خیلی مساحتش چی است کوچک است اگر ما دقت کرده باشیم وقتی که مساحت زیاد شوه فشار برش مشکل ایجاد میکنه وقتی که مساحت زیاد شد فشار چی میشه؟ کم میشه درست؟ شما ببینین اگر خود کده سوزن چخ بکنین خیلی دردناک است چون اینجا فشار زیاد است اما اگر انگشت خدا بخواین چه بکنین دردش بسیار کم است چون وقتی که مساحت زیاد میشه فشار احساسش چی میشه حس فشار آدم کم میکنه خب پس مساحت زیاد شد فشار کم وقتی که مساحت کم شد فشار حتما خود را چی میسازه زیاد میسازه خب از این مثال ها و روابط ما چند مسئله را انال استخراج میکنیم که واحدات فشار از خب پس فشار را که چی اندازه میکنن بخاطر که ما این مسائل درک بکنیم لازم است تا روابطش هم پیدا بکنیم خب بخاطر که ما روابط پیدا بکنیم ما سه سیستم بسیار معروف داریم درست است که یکی از سیستم ام است دیگه سیستم سی جی اس و آخریش هم سیستم ام است درست است خود سیستم ام اس از با نیوتن د سی جی اس با داین و ام تی با استن اندازه گیری میکنند درست است اگر بگیریم دا سیستم ام اس تقسیم یک مساحت بکنیم که متر مربع است ایجا برای ما یک واحده میتر که او رو نام چی یاد میکنند پاسکال یاد میکنند ای پس واحد چی شد فشار در سیستم ام شد اگر داین بگیریم تقسیم سانتی متر مربع بکنیم برای ما یک واحد تشکیل که تکور به نام چی یاد میکنن باری یاد میکنن و اگر بگیریم یک استن تقسیم یک مساحت بکنیم که متر مربع است در نتیجه برای ما یک واحد دیگر رو به دست کو واحد فشار در سیستم MTS است کو رو نام پی زیاد میکنن درست است خب حال ما در سی سیستم واحدات پیدا کردیم درست است که پاسکال بود باری بود و پیز بود که واحد پیز یک واحد فرانسوی می باشه در کشور فرانسوی در کشور فرانسه زیاد استعمال میشه خب حال میریم واحدات دیگه را که دانشمند را جور کردن واره ما میریم پیدا میکنیم و ثبوت به اثبات میرسانیم خب یک دانشمند به اسم تورچیلی درست است یک دانشمند به اسم تورچیلی تورچلی که یک دانشمند با ایتالیایی بود یک تجربه را اجرا کرد درست است یک دانه تیوب گرفت یک دانه تیوب گرفت از سیماب پر درست است از. از چی به شکل مکمل از سیماب پر کت. و یک ظرف هم گرفت مکمل از چی پر از سیماب پر کت. و گرفتک امی ظرف که پر از سیماب و تستیو که پر از بود اینه سرش سرچپه کرد درست است به ای شکل سرش محکوز ساخت وقتی که سر از ایره ساخت در آخر از ای گرفت ایره کده دست انگشت خود بند کرد یا بگویم توسط یک چیز بند کرد که سیماب ازی این نریزه ایره مکمل از سیماب چی کرد پار کرد و هیچ فضای خالی دی نگذاشت درست است و را داخل ازمی ظرف کد درست است داخل ازمی ظرف که داخل ظرف کدش بعد از یک چند لحظه متوجه شد ای دانشمند که اینمی سیمابه که در داخل ازمی تیوب است این تیوبش در دا درقیقت طولش در حدود هزار میلیمتر بود درست است هزار میلی متر بود دید که اینه بعد از یک چند لحظه اینمی سیماب که که داخل از تیوب بود پایان آمد وقتی گیر اندازه کرد دید که از نیمی قسمت پایان تا به قسمت بالا 760 میلی متر چی آمده؟ پایان آمده درست است خیلی پس بلند آمده پایان آمده پس خیلی بلند رفتن از به حدود 760 میلیمتر است بالاخره این دانشمند بعد از امی تحقیق خود نتیجه گرفت که وقتی که فشار فضا با فشار داخل از امی تیوب یکی میشه خیلی پس اونمی فشار 760 میلیمتر 760 میلی متر ستون سیما و بنامه چی یاد کرد؟ یک اتمسفر یاد کرد درست است؟ خیلی پس هم یک فشار واحد فشار جدید جور شد درست است خب از 760 میلی متر ستون سیماب مساوی به یک اتمسفر ستون ببخشید ستون سیماب مساوی به یک اتمسفر میشه و ای یک واحد دیگه همچنان وجود داره دوستا که بار از درست است که واحد بار همرا با باری تفاوت میکنه دوستا که اشتباه نکرده باشین و او را گرفت مساوی به واحد یک بار قرار داد درست است واحد یک بار قرار داد <applause> و همچنان امی تجربه را همراه با آب و من انجام داد و او در نتیجه گیری کرد که این مسای به ده میلیمتر ستون ده میلیمتر ستون آب است خیلی پس تجربه زیمی دانشمند در خط اتو یک چیز ها حاصل داد و او دوباره مسایی میشه به ده به توان 5 پاسکال و امی دانشمند که ترچیلی نامش بودک اینمی واحدات فشار به این ترتیب بر علاوه از سه دانه واحد دگه ای واحدات تشکیل داد و یک واحد استاندارد دیگام که واحد اتمسفر است وقتی که هوا گفتن آفتابی باشه و ارتفاع در ارتفاع عادی قرار داشته باشیم نه ارتفاع بلند نه ارتفاع پایین فشار اتمسفر بالای ما یا فشار همی هوای که بالای سر ما هست در حدود یک اتمسفر است و باید داشته باشین فعلا که ما در دنیا در لحظه همی ثانیه زندگی میکنیم سر ما یک فشار وجود داره و اینی کره زمین از درست است چهار اطراف کره زمین هوا یا بگویم امی قشر اوزون چی که ده احاطه کرده امی هوا هم همچنان یک وزن دارنی امی وزن زنیمی سر ما فشار رکوارد میکنه یعنی می فشارش مساوی به چند اتمسفر است یک اتمسفر است امید دوستان چیز را آمخته باشین تشکر